بدهی ما به بنده های خدا. بعضی ها میگن خب خدا را شکر این یکی رو که من ندارم، من دینی گردنم نیست. کی گفته؟ کی گفته؟ میتونم با جرأت بگم که هممون دین گردنمون. میری نونوایی نون سنگک میخری، با سنگش میاری خونتو، سنگم پرت میکنی تو سطل آشغال، تو الان مدیونی، به تعداد تک تک سنگ هایی که آوردی خونه مدیونی. من اینو توی کلاسی گفتم، یه آقای یه دفعه پرید گفت آقای فرهنگ سخت میگیرین. من اومدم بگم یه آقای دیگه جواب داد گفت نه درست میگن. من یه روز رفتم نون سنگک خریدم، نون همینجوری برداشتم اومدم بیام بیرون، شاطره داد زد گفت کجا؟ گفتم خونمون. گفت شاطره گفت بهت نون فروختم، سنگ که نفروختم، سنگاشو بریز بعد برو. اگه قرار باشه هر کسی نونو با 10 تا سنگ برداره ببره که این هر ماه بعد یه وانت سنگ بخره که، بهت نون فروختم سنگ نفروختم. حالا من سنگا رو جدا کردم، یه سنگ لای خمیر بوده و موقع خوردن معلوم شد، بذارش کنار، دفعه بعد که میری نونوایی بندازش تو نونوایی. کی گفته ما مدیون نیستیم؟ ما برای اینکه فاصله هایی که از خدا گرفتیم رو کم بکنیم، اولین بدهی که داریم که باید بدیم دین ما به مردمه. به شما بگم، خدا گفته من اگر هر حقی رو ببخشم دین شما به مردم رو نمیبخشم. حق الناس، هیچ راهی ندار. خدا گفته هیچ راهی ندارد، خودت باید بری جبران بکن. دوست من ابن طاووس میگه که امام عصر در سرداب مطهر داشتن دعا میکردن، میگفتن خدایا پیروان ما خطاکارند، اگر به کسی لطمه نزدند، اگر حق کسی رو ضایع نکردن، اونها رو ببخش، در قیامت اونها رو از ما جدا نکن، اونها رو به همراه ما وارد بهشت کن و ثواب یک پنجم از اعمال ما رو به پیروان ما بده. ببینین اینا چقدر بزرگن، حتی خمس عملشون هم میدن، یک پنجم ثواب عمل من مال پیروان من باشد، امام عصر میگن. بعد بعضیا زورشون میاد خمس پولشون رو بدن، من کار کردم بدم کی بخوره؟ بدو بنده های خدا بخورن. مسیحیان دیگه میرن چون هیچی تو دینشون ندارن، در این باره یه چیزی خودشون بافتن اخیراً به اسم، حالا ترجمه فارسیش میشه عشریه، میگن هر چیزی در میاری یک دهمشو بده. تو دینشون نیست این دستور، مسیح نگفته، انجیل نگفته، تو کتاب مقدس نیست، ولی میگن یک دهمشو بده. حالا دین اسلام میگه خمس، یک پنجمشو بده. دوست من امام عصر میگن خدایا خطاکارن اینا، با ما باشن تا بهشت و ثواب یک پنجم، یک پنجم ثواب اعمال امام عصر رو به 100 میلیارد آدم بدن، واسه هر کدوممون انقدرش بس. ولی میگن به شرطی که حق کسی رو ضایع، چون امام عصر هم میدونن که حق مردم رو خدا به هیچ وجه نمیبخشه. بدهی به مردم